با عرض شب بخیر به همه دوستان عزیز، موشی ایساخان هستم در کنار خانم دکتر فریبا ربیزاده. یک برنامه دیگه داریم، سال جدید رو با برنامه های متفاوت شروع میکنیم. چیزایی با هم سعی میکنیم مرور کنیم که جاهای دیگه ممکنه شنیده نشه، که تکرار مکررات نباشه. و به خاطر کووید هم هنوز همه کلاس ها باز نشده. خیلی وقتا قبلنا روانشناسا یا آدم متفاوت کلاس میذاشتن، میتینگ میذاشتن، دوستان میرفتن و از این طریق ما به وسیله خانم دکتر ربیزاده یه تاپیک های قشنگ انتخاب میکنیم. بعضی وقتا از کتاب ها، مقالات، موضوع روانشناسی، ولی همش بستگی داره به درد جامعه و با وجود که موضوع فلسفی و روانشناسی هستن، ولی میخوایم دان تو ارت باشه، عملی باشه. و چه کسی بهتر از خانم دکتر فریبا ربیزاده که با زبان ساده اینو برای ما بیان میکنه. خوش اومدین خانم ربیزاده. سلام، خیلی ممنون که دوباره این چانس به من داده شده که اینجا بیام صحبت کنم. فریبا ربیزاده هستم، برای اونه که من نمیشنستن، روانشناس، مشاور خانواده. و امروز دوستم در مورد یک کتاب خیلی معروفی، Five Languages of Love، صحبت کنم. و گری چپمن، برای اونایی که میخوان کتاب رو بگیرن، یه مقدار چیز از اونجا میاد، ولی البته اکسپریانس های من، نظرات من و چیزهای روانشناسی دیگه هم حتما توش خواهید دید. فقط این نیست، ولی یه مقدار بیشتر فوکسم روی اینه و اصلا این five languages of love چی، اصلا عشق چیه و سه چی اصلا مهمه که ما در مورد این صحبت کنیم. خیلی خوب، به فارسی هم ترجمه کردیم، پنج زبان عشق. البته دو نفر که ازدواج میکنن خوبه که زبان همدیگر بفهمن. حالا من تو نیویورک یکی از دوستانم ازدواج کرده بود، خودش ایرانی بود ولی خب انگلیسی حرف میزد، خانمش فرانسوی بود. هیچ کدام زبان همدیگر خوب نمیفهمیدن، نه این فرانسوی بلد بود نه اون انگلیسی بلد بود، و خانمش به بچه هم فرانسوی حرف میزد. اما خیلی احساس بد میکرد برای مرد بیچاره، از اون که لفت آس شد رفت و دیگه کنار بیشن. متاسفانه بعدم طلاق گرفتن، هر کس رفت سر کار و زندگی خودش. ولی فکر کنم پنج زبان عشق، در مورد زبان عشق صحبت میکنیم، حتی اگر دو نفر فارسی زبان هم باشن، فکر کنم زبان عشق هنوز لازم داره. این زبونه رو باید دوتامون یاد بگیریم فکر کنم. خب در مورد عشق صحبت بکنیم، عشق چی چیه و این زبان عشق چی چی هست که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. و بعضی موقع خیلی مهمه وقتی که ما توی رابطه هستیم، فقط اون زبانه نیست، مهم بدونیم که وقتی در مورد مثلا میگیم language of love، فقط زبانه نیست، اون فرهنگه که با اون زبان میاد و فهمیدن اون فرهنگه و بتونن یه جور خودشون رو انعطاف پذیری نشون بدن و این فرهنگ رو باش آشنایی پیدا کنن و بتونن باش سازگاری پیدا کنن. این ممتاز هم است، فقط زبون نیست. مثلا ما همه ما ممکن انگلیسی صحبت کنیم، ولی فقط دونستن زبونه باعث نمیشه که ما بتونیم با فرهنگ میخواب عاشق اینجا باشیم و با هم دیگه کانکت کنیم. یاد گرفتن فرهنگ و سازگاریش هم خیلی مهمه. اون زبون ما بهش میگیم، ولی زیرش خیلی بیشتر از این چیز هست. فقط زبون زبون نیست. در مورد عشق میخواییم با صحبت کنیم و چقدر مهمه که بگیم چقدر عشق خیلی مهمه. و روانشناس های همه روانشناس از اون فروید که شروع بکنیم تا حالا، همشون میگن بیشتر مشکلات و کمبودا و سفستیما اینا همش برمیگرده به عشق و به عشق بچگی. و اصلا عشق یه چیز خیلی مهمه که خیلی ها باعث میشه خیلی ها یه کار عجیب غریب انجام بدن، یه انرژی به خصوصی بگیرن. بعضی فهم میکنم وقتی که عاشق هستن مغزشون انگار مثلا کوکین زدن، یعنی همون حالت عاشقانه که دارن انگار کوکین استفاده کردن، یه های به خصوصی دارن. و عشق خیلی احساس مهمیه و از اون مهمتر اینه که بدونیم که عشق های مختلف وجوده. و اون عشقی که ما این بود میخوام در موردش صحبت کنم، شاید با اون عشقی خیلی دیگه میگن یه مقدار متفاوت باشه. و اگه اجازه بدید یه مقدار صحبت کنم میگم چه جور عشقای منظورمونه. ما عشقای مختلف داریم. حالا این عشقا چی هستن؟ مثلا ما عشق هست که ممکنه به غذا داشته باشه، من عاشق غذام، من عاشق سگمم، من عاشق ماشین هستم، من عاشق نمیدونم پیتزا هستم. همه اینا یه مدل عشقه، ولی
عشقی که به توی رابطه ما میگیم دو مدل بیشتر و تو رومانتیک ریلیشنشیپ که در مورد صحبت میکنم، یکی اون عشق اولیه است که به حالت ابسشنه، مثل اینکه آدم کوکین استفاده کرده و یه جوری اینقدر هایه، اینقدر انرژیش بالاه که فقط و فقط خوبی ها رو ببینه. ما میگیم عشق کوره از اونجا میاد. وقتی آدم عاشق میشه اصلا چششون دیگه نمیبینه، اصلا اطرافیان، دوستان، فامیل میگه بابا این به دردتو نمیخوره، ولی طرف میگه اینو باید من میدونم، انقدر احساس بالاه، انقدر ایموشن بالاه که هیچ چیز دیگه نمیبینن، هیچ جای دیگر نمیبینن، فقط عاشق عشقشون اون معشوق هستن. و این ایمون که روی کوکین هستن، یه حالت بهش میگه حالت obsession. حالا به فارسی obsession میشه یک کسی که همش به ایسی فکر میکنه و جزو هیچ چیز دیگه نمیکنه، یه آیدلایزر کردن، یه جوری یه کسی اون بالا بذاره و فکر کنه همه دنیا اونه، یعنی فکر کنه خداش اونه، از اون بهتر پیدا نمیشه، هیچ طرف هیچ مشکلی نداره، هر کسی هم بهش میگه این مشکله، اون مشکله، بعدا بر مشکل پیش به هیچ جا نمیشنوه. خب این عشقه که خیلی تینیجرها دارن، تینیجرها خیلی میبینیم عاشق میشن و حالشون بد میشه وقتی که بریک اپ میکنن، به خاطر که they really get invested, they get high وقتی که از طرف به هر دلیلی این رابطه نمیشه، خیلیشون ممکنه یه دفعه میفتن پایین. یعنی چی؟ یعنی کسی که اون شخص گوشته بوده بالا و خودشون احساس بالا میکنه، یه دفعه میفته پایین، اصلا دب و داغون و دیپرس میشن. So همه ما اون احساس حتی تو سنهای بالا، فقط مال سن تینیجر نیست، میتونیم ابسس بشیم به یه چیزی، یعنی واقعا عاشق یه چیزی به یه صورتی بشیم که اصلا دیگه چشم هیچ دیگر نبینه، هر کی هم هر چی بهمون بگه عقلمون ممکن متوجه اون نشه. و اون حالت رو همه ما داریم و اون حالت که اصلا باعث میشه که ما بخوایم اترکت بشیم به آدم ها، باعث میشه بخوایم ازدواج کنیم، باعث میشه که اصلا بخوایم کسی ایزه بدیم بیا در درون. پس اون عشق اولیه که به حالت های دارو کوکینا من چشم هیچی رو نبینه، عقلی هم اونجا نیست، اولیه همه رابطه های عاشقانه و رومانتیک ممکنه باشه. ولی وقتی ازدواج میکنن دیگه اونجوری نیست. آفر. تو وقتی که ازدواج میکنن، خیلی خود این آقای گری چپ، من این کتاب فقط بگم که خیلی الان در موردش صحبت میکنم، ولی اولین بار این کتاب در سال 1994 چاپ شده، یه یعنی کتاب قدیمیه. و یه چیزی که ایشون میگه و قبلا من شنیدم، این اولین بار که نیست از اینجا میگم، اون قسمتی که رومانتیکه های طرف فقط خوبیاشو میبینه بعدشو نمیبینه، معمولا حدود 2 سال اول رابطه است. یعنی بعد از 2 سال طرف دیگه از خواب بیدار میشه، چشاش میبینه، میبینه که طرف مثلا یه چیزایی که نمیدیده الان میبینه، متوجه میشه که طرفش اونقدر که فکر میکرده مثلا پرفکت نیست، فکر میکرده مشکلی که فکر میکرده مشکل نیست، ممکنه الان براش واقعا مشکل باشه. اوکی. سو این خیلی مهمه آدم رو بدونم، به خاطر اینکه بعضیا فکر میکنم وقتی که اون حالت های و رومانتیک و ابسشن و دیگه عاشق مرده طرف نیستن، پس دیگه این رابطه کار نمیکنه و خیلی از طلاقا به خاطر اینا، به خاطر اینکه فکر میکنم حتما بر اون های همیشه باشه، در حالی که اون های فقط اولی که بتونه دو نفر به هم جذب کنه که بتونه پایه بذاره که آقای چپلن بهش میگم falling in love به وجود بیاره. حالا falling in love چیه؟ falling in love یه چیز دیگه totally جدایه. falling in love وقتی که دو نفر که همدیگر رو دوست دارن بعد از اینکه عاشقانه مثلا اون attraction به وجود اومد، اون هایر کردن، همه چیز افتاد، بخوان و تصمیم بگیرن روی یه رابطه کار کنن. همین چه شد؟ یعنی یه چیز اوتوماتیکل کمیکال و کمیسترین بهش جذب شده نیست. This is a decision. This is a kind of attitude. یه تصمیمیه که من میگیرم که یه انرژی بذارم، یه افورتی بذارم که بخوام یه رابطه یا کار کنم. از آسمون نمیاد، کمیستری هم نیست. اولش کمیستری شیمیایی کار میکنه، آدم ها میخوام به خاطر که بدن شما که بخوام، ولی وقتی به اون پوینتی برسه که اون های میاد پایین، اونجا موقع است که آدم ها شروع میکنن واقعا یاد بگن که عشق واقعی چه، ریل لوی که تو رومانتیک و رومانتیک ریلیشنشیپ باید باشه چیه، که اصلا اون چیزی که تو توی تینیجری بود نیست،
یه تا خیلی بالاتر از اونه. دو نفری که دوتاشون با هم تصمیم میگیرن که توی رابطه بمونن و یه رابطه روش کار کنن. درست. سوال؟ نه نه خیلی خوبه. همه همین جوری هم. همه اول که ازدواج میکنن لیلی و مجنون و فرهاد و شیرین، بعد میگن او من فکر میکنم با یه فرشته ازدواج کردم، حالا یه دیوه. یه چیز طبیعیه، پس اینا سورپرایز نشن، همه همین داره دارن. و همیشه ما توی تلفه خیلی عملش رو بد میکنه. عشق وقتی که توش یه تصمیمی وجود داشته باشه، تصمیم داشته باشه که با این که من میدونم طرفم عزیزم یه مشکلاتی داره، من میخوام این رابطه روش هنوز کار کنم، میخوام توی رابطه ببونم. نه این توی رابطه نمیبونم به خاطر این رابطه کامل همه نیازهای من و نیازهای طرف مثلا کامل و 100% هست. توی رابطه میمونم به خاطر که تصمیم گرفتم که روی رابطه کار کنم. تصمیم گرفتم کار کنم. حتی اگه دارم درد میکشم، هر راهی پیدا کنم، برم تراپی، برم کاپل تراپی، برم شیف تراپی، برم با هر کی هر جی که میتونم، هم رو خودم هم رو رابطه کار کنم که بتونم این رابطه رو ادامه بدم. همه صحبت میکنم، میگن آدم اول عاشق میشه بعد ازدواج میکنه، یا ازدواج میکنه بعد عاشق میشه. عشق واقعی بعد از ازدواج شروع میشه. اینم بارا فکر کنم گفتیم، مثلا یه نفر که 50 سال توی ازدواج موندن، عشقی که پرورش دادن، به قول شما تصمیم گرفتن، روش کار کردن، مچورش کردن، بالغش کردن، به یه جور رسوندنش، با اون عشق لیلی و مجنونی که برای همدیگه فدا بودن، این نبینم خوابم نمیاد برو اینا که گفتین ابسشن داره، مثل نفر کوکائین زده، اصلا قابل مقایسه نیست، بچه بازیه. مردم فکر میکنن این عشق واقعیه، این شاید بیشتر یه هوا و هوسی باشه که داره شکل میگیره، ولی عشق واقعی نیست. یعنی اون لازم است لازم که دو نفر به هم بچستن و به هم نزدیک شن، ولی وقتی اون به هم نزدیک شد، اون نیست که این رابطه رو نگه میده. اون فقط اون چیزی که دوتا به هم نزدیک میکنه. بعدش کار رو، افورت رو، اتیتیوت رو، تصمیم ها و کارهایی که دو نفر برای همدیگه و برای خودشون میکنن که باعث میشه این رابطه نگه داشته بشه. واقعا مسخره است. اگه مثلا یک سال با هم بودن، حالا لیلی و مجنون شدن، یعنی چی جور شد؟ تو یه نفر اصلا نمیشناختی، تو عمرت هم ندیدی، حالا با یک سال آشنا، اما بدون تو نمیتونم زندگی کنم، من میمیرم بدون تو. این کجا 40-50 سال با هم زندگی کنم، اون عشق کجا؟ اصلا بچه، ولی مردم متوجه نیستن، فکر میکنن اون عشق. نه نه، ولی فکر میکنن اون عشق، ولی اینجا چیزی کم دارن، ولی نه، اون برای شروع بوده. شاید خداوند هم چیزی گذاشته، این کیمستری گذاشته اینجوری که مردم تحریک بشن، بدن به هم نزدیک بشن. واقعا لازمه، اگر نبود که اصلا هیچ کس نزدیک نمیشد. ولی بعد سورپرایز نشن. اینو به حال درستش کن، رو غلطک بندازن. اوکی. 100% و اون چیزی که مثلا تو رومو جولیت، اون رومانتیک لاوی که ما توی خیلی جا میخونه، بیشتر دمده اون به قول شما فرشته و اون چیز کامل و اون آدم خیلی خوب و اون که هیچ مشکلی نداره، اون صحبت میکنه. دمده اون شخص واقعی که ما جلومون هست صحبت نمیکنه، و اونا به خاطر اینه که اونه که بیشتر آدم ها میدونن به عنوان عشق. فیدل آن در روپ دیو لاب می خیلی اونم به اونم نیست واقعا این نعمت خاله روی زده خیلی مهمه مثلا بدونه که دوتاشو عشقه و دوتاشون مهمه، ولی وقتی که ما در مورد ازدواج و رابطه های اینتیمت، یعنی رابطه های صمیمانه که مدت ها قرار ادامه پیدا کنه صحبت میکنیم، دیگه اون هایه نخواهد بود. اونی که طرف فرشته است، چشام کوره، هیچ مشکلاتش رو نمیبینم، نیست. یه جور دیگه ای میشه این رابطه. یه رابطه ایشه، من مشکلات طرف رو میبینم، ولی با این که میبینم، میخوام با هم دیگه کمک کنیم و یه جوری با هم دیگه سازگاری کنیم و این زندگی رو نبید. این کاری بود که ما قدیمی ها زیاد میکردیم، ولی شاید چون ثبت طاقت خیلی کمتر شد، کمتر روی ازدواج کار میکنه از قبل و برای همیشه طلاق ها بیشتر میشه. شاید واقعا تورا به این خیلی قشنگ اشاره میکنه، وقتی که آدم و حوا با هم مثلا ارتباط جنسی ندارن، تورا میگه آدم یاد ات خوا، میگه آدم نو میشناخت همسرش، زنش و هوا رو.
یعنی ازدواج یعنی شناخت هم دیگه، اونایی که فقط رو هوا و هوس و عشق اینا باشه، یعنی با قلب نمیشه فقط رفت تو ازدواج، بلکه شناختی که از روی مغز و فکر و درک و اینا میاد، بینش میاد، یاده دعت اندرستندینگ میاد. اوکی، حال دومی چی چیه؟ گفتین عشق اولی هست که ابسشن مثل کوکائینه. عشق دومی؟ اون عشق بعد از ازدواج مختلفه، که بعد از ازدواج میاد که با صبر و تحمل و با کار و با افورد یه تصمیمیه که من میگم، یه چیزی نیست که کمیستری دو نفر به هم دیگه اترکت میشه. ولی با اوکی، یه عشقی که اتش به کار ده، بهش میگم فالینگ این لاف. حالا من یه کتابم خونده بودم، ربای ار یه کپلن، یعنی 30-40 تا کتاب داره، خیلی جوون فوتگرسی و 5-6 سالش بیشتر نبود، حتی کتابای کبالا رو ترجمه کرده بود. بعد در مورد یه کتاب داره، دوستان اینو ساجست میکنم، حالا ما اینجا دوست داریم کتابا رو معرفی کنیم، Made in Heaven، ساخته آسمون خوندین حسن. اونجا میگه تعریف عشق چیه، میگه یه چیزایی نمیشه تعریفش کرد، مثلا دیکشنری میگه آقا عشق یعنی این، میگه عشق وقتی داری خودت میدونی که عاشقی، رنگ یه جور دیگه میشه، غذا یه جور دیگه میشه، اصلا زندگی برای وقتی عاشقی خودت میفهمی، یا شاد بودن، حالا بیا هر مثلا تو روانشناسی گفتن تو دیکشنری تعریف کن عالیه، ولی وقتی شادی مشخصه که شادی، رفتارت، نشستت، برخاستت، حرف زدنت، وقتی عاشقی اصلا مشخصه عاشقی، دیگه احتیاجی به تفسیر اونجوری نداره، اینم مشخصه دیگه. It is true. ولی خب داره بگیم چه جور عشق، آدم تا عشق به مواد داشته باشه، عشق به نه در عشق به ازدواج داره، نه عشق سن و سوال داریم شب در مورد اونا رو یه موقع دیگه صحبت برن. عشق واقعی آدم وقتی یه دوست داره یه حالت obsession درش به وجود میاد، ولی کم کم وقتی که دیگه اون چیز همون جایی که واقعیت هست میبینه با همه اون مشکلاتش و همون کم بوده و چیزایی که قبلا دیده بوده، دیگه اون آبسشه مفته بره کنار، یه حالت این که من کجا ما این کیه میشه، یعنی موجود جدیدی که خیلی ممکنه چیزایی داشته که من قبلا ندیده بودم جلو چشم بیاد. بس همین خیلی ما میخوادم بدونه عشق معنیش این نیست که من با یادم پرفکتی زندگی میکنم یا یادم پرفکتی با من زندگی میکنه. دو نفری که ازدواج میکنن دو نفری هستن که دوتاشون ناقصه. ما آدم هم ناقصه، حالا لغت بهتر نمیتونم پیدا کنم، لغت قشنگی هر چیزی که هست، دو نفر میان و تصمیم میگیرن، اون طرفی که هر کی که هست با کمی و زیادی شو اینا میخواد باهاش بمونه و زندگی با اون ادامه بده. زیبایی ازدواج هم در همینه که ما که فرشته نیستیم. آفرین. دو نفر وقتی که با همدیگه تصمیم میگیرم، با اینکه هر کدومشون میدونن اون یکی واقعا کی هست، خودشو نشون داده، یعنی همه چیزای منفیشو که قبلا نمیدیده، شاید کامل نمیدیده، نشون داده، هنوز میخواد باش زندگی کنه، یعنی قبولش داره و میخواد باش زندگی کنه. یعنی عشق خیلی قشنگ مثل unconditional love که من هنوز دوست دارم، بایی که مثلا من فکر میکردم اینی ولی اون نیستی، فکر میکردم میلیارده ولی میلیارده نیستی، فکر میکردم نمیدونم اینجوری هستی ولی اونجوری، ولی هنوز من تصمیم میگم که با تو باشم و این زندگی رو ادامه بدم و عشق واقعی یعنی. اوکی خب پس تا اینجا we're clear و فرق بین عاشق شدن که رومانتیکه و یه عاشق شدن که با تصمیم میاد و صحبت کردیم. چه کتاب در مورد صحبت میکنه که اگه ما میخوایم توی رابطه های عمیق و صمیمانه و لانگ ترم، یعنی به مدت زیاد بمونیم، خیلی مهمه که بتونیم هم خودمون هم شریک زندگیمون بتونه با خودش چک کنه و بگه که من در درون من چقدر احساس عاشقانه دارم و چجوری میتونم این احساس عاشقانه ببرم بالا. یعنی این سوال رو مرتب از خودت میکنی، میگه این تنک مثل من که مثلا اگه من یه ماشین باشم تنک داشته باشم، این تنک بنزین من چقدر پر از عشق، اگه یک تا مثلا ده بگیم مثلا ده یا مثلا یکی. مرتب آدم خودش باید با خودش رو چک کنه و توی رابطه هم اگه هسته همین کار رو میکنی. یک چیز خیلی جالبی در مورد این شخصی که این کتاب رو نوشت، این بیشتر این منظورش برای کاپلا بود، برای اونه که مثلا ازدواج کردن و تو رابطه هستن
ولی خیلی چیزایی که نوشته به اونهایی که میخوان ازدواج کنن یا توی رابطه هستن هم کمک میکنه، فقط برای اونه که مثلا چیز هستن ازدواج کردن نیست. و یه چیز جالب دیگه که هست، همینو برای اونهایی که ازدواج نکردن هم نوشته، چون آدم هر کاری که توی رابطه با عزیزش میکنه، با پارتنرش، با شوهرش، زنش، با هر عزیزش میکنه، همین کارم ممکنه آدم تو دوستی ها بکنه، سر کار بکنه. مثلا خیلی مهمه که ما زبونمون رو بفهمیم و مرتب با خودمون چک کنیم، مثلا بدون من چقدر احساس عشق میکنم و اگر میکنم کجا هست که مثلا این احساس بیشتر حس میکنم. اوکی. خب تا اینجا خوب؟ مقدمه خوب بود، حالا بریم وارد زبون عشق بشیم. اوکی. خب در مورد زبان عشق صحبت کنیم، ایشون میگن که ایشون یه روانشناس یا کنسولر بودن، با اونایی که ازدواج کردن کار میکردن و سشن میذارن و یه مؤسسه خودشون داشتن و خیلی اکسپرینسشون نشون داده، گفته یکی از دلایل هایی که بیشتر ازدواج رو کار نمیکنه به خاطر اینکه آدم ها زبون های مختلف دارن و این زبون ها با همونجوری بودن با فرهنگ های مختلف میاد و اگر شخص بتونه این زبون ها رو یاد بگه و بدونه خودش کجا واسطه و طرفش کجا واسطه، خیلی میتونه رابطهش رو بهتر کنه. یعنی okay. چی میگن بازش کنید؟ اوکی okay. یعنی چی؟ یعنی که میگه هر کسی از ماها یه جوری خودمونو نشون میدیم. وقتی ما همیشه میگیم توی رابطه خیلی مهمه که آدم ها صحبت کنن، کامیونیکیت کنن، درسته؟ ولی ایشون دارن میگن دلیل که بعضی موقع ترپی کار نمیکنه به خاطر این نیست که آدم ها نمیتونن کامیونیکیت کنن، به خاطر اینه که نمیفهمن فرهنگ و زبون طرف مقابل رو نمیفهمن. فقط چیز نیست، فقط این نیست که من احساسم رو بیان نمیکنم، احساسم رو بیان میکنم، ولی بیش طرف به خاطر اینکه خودش متفاوته و اون شخص که خودش هست به خاطر که اینشون یه جور دیگه فکر میکنه نمیتونه به طرف بفهمونه که ببین اون چیزی که من میگم، اونی که تو میگی، اون کاری تو میکنی، میتونم برای تو عشق، ولی برای من اون عشق نیست. اوکی. فقط صحبت کردن نیست، خیلی ممکنه صحبت کنن ولی طرف ممکنه اون زبون رو نمیفهمه، ممکنه هم دیگم خیلی دوست داشته باشن ولی زبون همو نمیفهمن. مثلا یه عزیزی مثلا میگفت خیلی سخت کار میکنن، خیلی آقایون هستن تو ایرانیا، خیلی سخت کار میکنن، میان تو خونه و بعضی همه زحمت کشیدن میان تو خونه، همیشه زنش ناله و نک که تو منو دوست نداری، تو هیچ کاری بر من نمی کنی. و از این آقایی که از دیو میان میگه بابا من از صبح تا شب دارم کار میکنم که پول دردم که شماها رو ساپورت کنم، که مثلا شما مواظبت کنم، خودم اذیت میکنم، ولی تو همیشه به من داری میگی من دوست ندارم، همیشه به من میگه what's wrong with you که منو دوست نداری، که من این جوری که من دارم به تو نشون میدم که دوست دارم. پس یه جوری بلدن نشون بدن، جوری که یاد گرفتن، جوری که پدرشون یاد گرفته که عشق من به اینجوری نشون میدم که پول در میارم میام تو خونه، که تو نگران پول و کار کردن نباشی. خیلی آقا و خیلی خانوم میگم اگه من ببعی هستم که تو میای برای من هی پول و غذا اینا میذاری، من اینا نمیخوام، من چیز دیگه ای میخوام. ما تو ایرانی خیلی نشنیدیم آقایون 7 روز هفته کار میکنن، خسته میان خونه و خیلی از خانوما ازشون شاکی هستن، به خاطر میگن ببین تو این کارا میکنی ولی این به من نشون نمیده که منو دوست داری، من احساس عشق نمیکنم، من تنکم خالیه، تنک بنزین من خالیه، من اصلا عشق رو حس نمیکنم. یعنی باید یه جوری بیان زبان عشق برای طبق اون طرف باشه که اونم درک کنه، بفهمه، احساس کنه. اگه من اونجوری که خودم بفهمم بیان کنم خودم فهمیدم، ولی ممکن اون نفهمه. ممکن من فارسی حرف میزنم ولی دقیقا دارم چاینیز حرف میزنم، اون طرف حالیش نیست. با این که این آقا ممکنه به سر کار خیلی هم زحمت میکشن، خیلی هم فشار میاد به خودش که درد و سختی و بیپولی به خانمشون و بچه‌هاشون نده، ولی هم بچه‌ها هم خانم شاکی هستن که این طرف ما دوست نداره و یک دلیلشون هست که اینها مثلا عشق و شاد به این میدونن که زمان با من صرف کنی، وقت با من صرف کنی، یعنی زبونهای مختلف، یعنی ایشون فکر میکنن پول مهمه، ایشون فکر میکنن زمان مهمه که به من نشون بده که تو منو دوست داری.
اگر میخوای تنک منو مثلا پر کنی، خیلی مهمه که برای من وقت بذاری، با من صحبت کنی. اگر زبونش اینه که حرف بزن صحبت کنی، حرف بزن یا صحبت کنی. تا اینجا خوب. و فکر میکنن دلیلی که چیز نمیخوان فقط به خاطر اینکه دو نفر هم دیگر دوست ندارن یا با هم دیگر حرف نمیزنن. حرف میزنن ولی اصلا نمیفهم به خاطر اینکه ایشون فرهنگشون یه چیز دیگه یاد گرفته، ایشون یاد گرفتن که عشق اینه که من به عنوان مردم پول در بیام تو خونه و از مالی تو سپورت کنم. میخوانم هم یاد گرفته که نه، عشق برای من اینه که یه جوری که من رفت به وقت صرف کنی، یا اینکه با من بیرون را بری، یا به من عشق بدی، یا به من تو کار خونه کمک بکنی، هر چیزی که زبونه هست که در موردش صحبت میکنم. پشت رو زبونه تا اینجا خوب؟ حالت واقعا روان من نیست فرید، من کنم خودش یک روانشناس بزرگه، برای خانوما کلاس اینا داره، یه برنامه قشنگ رو یوتیوب تو نگاه کنیم. میگه تایتلش اینه I love you shut up، میگه من دوستت دارم خفه شو. یعنی چی؟ میگه آقا من همین حرف شما زدید، من دوستت دارم، برات من کار میکنم، پول میارم، ماشین، کردیت کارت، همه چی براتون ریختم، ریخت و پاش کردم، ولی شما اجازه مثلا خودنمایی نداری، یعنی ریسپکت من به شما نمیذارم، فقط دوستتون دارم. شاید زنه میخواد که اونم اظهار نظر کنه، منم میخوام اینو بخرم، منم میخوام مثلا این میزه اینجا باشه، من میخوام تو این کار انجام بدی، ولی مرد اجازه هیچ خودنمایی به زن نمیده، با عشقش اینا رو خفه کرده و اصلا نمیتونن خودشون رو نشون بدن. اینا نمیشه، باید عشق دو طرفه باشه، اونم باید زبون داشته باشه، حرف بزنه. من اجازه صحبت کردن به اونو نمیدم. یه طرف هست صحبت نمی کنم، اگه هم بگه نمیفهمم این چی میگه، میگم چقدر نق میزنه، نمیفهمم که نسل از کجا میاد. بخاطر اینکه نه اینکه نخوان احترام بزن، اصلا فکر نمی کنم به اون باشه، هم خیلی دوستشون داشته باشن، اصلا من فکر نمی کنم بی احترام، فکر کنم بیشتر از اون جایی میاد که اصلا نمیفهمه این چی میگه، هم یعنی زبون نفهمه. زبون طرف رو نمیشناسه، به خاطر که نمیدونه، نبوده تو اون فرهنگ نبوده، یا کسی جیبش نکنه، یا حتی ایشون هم شاید از اول یه اتفاق میفته اول ازدواج و اول رابطه ها که آقای هولاکوی خیلی در من صحبت میکنم میگن نکنه، اینه که آدم ها خودشون نیستن. یعنی چی؟ یعنی میان توی رابطه سعی میکنن و اونجی که خودشون هستن و اون نیازهای خودشون اول کار نمیگن. مثلا کسی که دوست داره مثلا عروسی آنچنانی بگی، یا دوست داره مثلا مادیات دوست داره، یا دوست داره کار نکنه، ممکنه اول ازدواج اینا رو نگه. کسی که بچه نمیخواد اول ازدواج اینا ممکنه نگه و میرن بیرون. وقتی خوب دل بستن و نمیدم ازدواج هم شد، تازه مثلا یه چیزایی پیدا میشه که قبلا نبود، یه چیزایی میدونه که نمیدونه. مثلا یه نفر که هست که مثلا دایت به خصوصی داره، غذای به خصوصی داره، یه مریضی داره، یه مشکلی داره، به هم دیگه نمیگن از قبل و از اول یه خصوصیات دیگه متفاوتی داره، نه که بد باشه، اصلا خصوصیاتش. مثلا توی شبا قبل از که بخواه به دو تا توی خیابون دو تا دور بزنه مثلا، و این چیزا رو قایم میکنن و وقتی که ازدواج کردن یکم رابطه نزدیک‌تر شد، وقتی طرف اون یکی رو می‌بینه براش سخته بشه، بخاطر میگه بابا اونی که من ازدواج کردم کی بود، این کیه. و خیلی مهمه که وقتی که تو رابطه هستی از اول خود خودت باشی، حتی بهتر خود بدت باشه. آقای هولاکوی همیشه میگه اینو و من خیلی حرفشون رو دوست دارم، میگه از روز اول بدترین چیزاتونو به طرف نشونه، نه یه جور تظاهر کن که فرشته‌ای، چون وقتی بفهمن که شما فرشته نیستی شوک میشن. ولی اگه خیلی بد باشیم ببینن که یه مقدار خوبی، خیلی هم رابطه بهتر ممکنه باشه. تو مشکل اولیه اینه که بعضی موقع ما خودمون توی رابطه نشون نمیدیم. درست. و میذاریم که این رابطه به یه جایی برسه که مثلا طرف هم شوک میشه، اون موقع دیگه اصلا نمیفهمه. این زنی که به من همیشه به من گفت خوبم و مکاملم و هیچی نمیخوام و اولای کار میگه برو کار کن و پول میخوام، تو یه دفعه میگه من دیگه پول نمیخوام، وقت میخوام باید صرف کنم. اوکی؟ خب این خیلی مهم بود. تا اینجا خوب؟ مشکل سوال؟ نه اوکی. اوکی ادامه بدیم. حالا در مورد 5 تا لنگویج صحبت کنیم. این لنگویجی که میگن که آدم‌های مختلف باش صحبت می‌کنن و مهمه که آدم بدونه چیه، و اول همه مهمه که خودش بدونه آدم این لنگویجش چیه، و دوم بدونه که طرفشون لنگویجش چیه، و مهمه که به طرفش، به عزیزش یاد بده که زبونش رو یاد بگیره
و غیر از که به اون یاد میده مال خودش هم بدونه چیه و بتونه هم خودش کار کنه، همون سازگاری داشته باشه و یاد بگیره زبون عزیزش هم یاد بگیره که بتونه بهشون عشق بده و بخواد از ایشون هم همون عشق بده به زبون خودشون از ایشون بگیرن. اولین راهی که یه نفر نشون میده که من یکی منو دوست داره بعضی اینه که مرتب بهشون word of affirmation بدن. یعنی چی؟ مرتب بهشون بگن چقدر زیبا هستی، تو چقدر خوب هستی. توی اصلا جودائیزم من میدونم که دین یهود خیلی میگه زبون قدرت داره، زبون قدرت داره. سو خیلی هستن این زبونه وقتی که حرف میزن و چیز مثبت به عزیزشون میگن برایشون معنیش نه که منو دوست داره. یکی که مثلا مرتب میگه چقدر لباست خوشگله یا میگه چقدر تو خوبی، چقدر زحمت کشیدی، چقدر غذات خوبه، این word of affirmation بهش میگن. این که مرتب حرف بزن و ازشون تعریف کنه یا بگه مرتب بگه دوست دارم، بعضی ها اینجوری احساس میکنن که طرفشون عاشقشونه، تنکشون اینجوری پر میشه. وقتی که مرتب بهشون میگن دوست دارم، مرتب بگن مرسی واسه زحمتی که میکشی، بعضی اینجوری تنک عشقشون پر میشه. زن و مرد دو طرف هست، یعنی هم مرد به زن بگه هم زن به مرد. آره، ولی بعضی هستن بیشتر اینا احتیاج دارن تونه دیگه، یعنی اون تنک بنزین عشقشون وقتی پر میشه که مرتب اون عزیزشون بهشون word of affirmation استفاده کن. میخوای؟ یعنی مرتب بگه دوست دارم، مرسی که زحمت کشیدی، مرسی که جا به جا کردی. همه ممکنه خوششون نرسه، همه یه جور برشون ممکنه نباشه، ولی بعضی بیشتره. درسته؟ ولی بکنم دنیس برگر رو خیلی جای دیگه دیدم تو کتاب هم اینو میگن، خانوما بیشتر دوست دارن بهشون بگن I love you، من دوست دارن emotion. آقایون بیشتر دوست دارن که مثلا ریسپکت بگیرن، مثلا کاری که تو انجام میدی چقدر برای ما خوبه، برای کاری که انجام میدن ارزش براشون قائل بشن. این بزرگترین لذت برای یک مرد که بگم I love you ممکن اوقات تحت تاثیر قرار نگیره، ولی برای یه خانم آره مرد و زن نگاه، ولی همین که قشنگه که زبون همدیگه رو بفهمن، بدون اون چی میخواد این مهمه، اون چی میخواد، اون چیزی که اون میخواد به اون ابراز کنی، نه اون چیزی که من بدونی که اون چی خوشحال تنک طرف و چی پر میکنه. آفرین. بعضی هستن تنکشون با این پر میشه، مرتبشون میگن چقدر تو خوبی، مرسی که زحمت کشیدی، مرسی که این کار کردی، I love you، چقدر لباست خوشگله، چقدر زحمت کشیدی، مرسی که این همه وقت گذاشتی. این براشون خیلی مهمه، برای بعضی خیلی مهم نیست، ولی برای بعضی این مهمترین چیزه. مثلا بعد خودتون با خودتون چک کنی و حتی عزیزتون چک کن، ببین این زبونی هست که اون احتیاج داره و عزیزتون اینو میخواد یا نه. برعکسش هم درست، از چیزهای مثبت منفی هم یاد میگیریم. مثلا بعضی چیزها هست که مثلا وقتی به زن میگی خوردش میکنی، به جای که I love you یه چیزی میگی مثلا آره غذام غذای مثلا مادرم، غذای تو اصلا خواهیم دیگه، نه تنها I love you نگه خوردش کردی. یا وقتی هم بگیم یک زن یک مرد و با یه مرد دیگه مقایسه، آه این مرد دانتا نگاه کن چند پول میارن، این اصلا پوچ میشه. بنابراین خیلی وقتا میگه آقا مثلا چرا از چشم هم دیگه افتادن، I love you که هیچی، اینا دارن خرابکاری میکنن. با اونجا رو باید بگیرن، برای بودیم لغات حساس، لغات خراب کننده تو هر برای هر کسی چیه، اونا رو به کار نبری. حرف قدرته، هم میتونه آدم رو بسازه هم میتونه آدم رو خورد کنه. صد درصد. حالا شما در مورد این که حرفای خوب بزنیم و بگیم دوست دارم اینو صحبت میکنیم، آقای هولاکو یه جو که خیلی قشنگ میتونن میگن که وقتی که یه زن شوهر مده بودن تو اونجا، زنه همش ناله میکرد این شوهر من هیچ وقت من تعریف نمیکنه، هیچ وقت من نمیگه دوست دارم. مادرم پاشا گذاشت زمین گفت من اولین روزی که با تو ازدواج کردم بهت گفتم دوست دارم، اگر تصمیمم عوض شده بود تا حالا بهت میگفتم. یعنی از اول ازدواج بعد از 30-40 سال دیگه نگفته دوست دارم. بعضی مردم اینجور فکر میکنن، به قول آقای نعمت ربیزاده فیران در رو بوز اول با ازدواج کردم گفتم دوست دارم دیگه تموم شد دیگه نباید بگم که داری. برای بعضی خیلی خیلی این مهمه. درست، خیلی هم قشنگ. بعد دومین زبونی که بعضی ممکن داشته باشن زمان وقت صرف کردنه.
بعضی برشون وقتی که باشون وقت صرف میکنن حس میکنن بهشون اهمیت میدید، حس میکنن که مهمه، فکر میکنن که این تنگ درونشون رو با اون وقت صرف کردن پر میشه. وقتی میگیم وقت صرف کن، نه اینکه فقط بشینی تلویزیون نگاه کنی یا بری سینما، یعنی واقعا بشینی باش حرف بزنی، صحبت کنی، ممکن باش حرف بزنی توجه جای دیگه نباشه، به تلویزیون و کامپیوتر و نمیدونم کار دیگه نکنی، فقط بشینی و عمیقا با همدیگه رابطه داشته باشین، صحبت کنی و توجه کامل به همدیگه بکنی، اون زمانی که کوالیتی تایم، وقت کامل به همدیگه میذاری. نه اینکه بشینم مثلا فیلم ترکی با هم نگاه کنم، پاپ کورن هم بخورن، تخمک هم بشکنن، بگم واو دارین وقت با هم میذارن. اگزکت. اون حساب نمیشه. حالا این مثلا رفتن سوپرمارکت با هم خرید کردن یا مثلا شاپینگ با هم خرید کردن، اینم آیا به عنوان کوالیتی تایم حساب میشه؟ چرا؟ برای اینکه این میره پیاز میخره، اون میره گوجه میخره، خب فکر نکنم با هم نه. بس اونم نیست. وقتی که فقط دو نفر با هم دیگه است، یعنی واسه همین وقتی که من خودم با عزیزانی که زنشتر رو کام کنم، یه حرفی که خیلی 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 مهمه میزنم، میگم خیلی مهمه که هفته یک بار از بچه ها، از تلویزیون، از خونه، از همه مشکلات دور باشی، فقط با هم دیگه وقت صرف کنی. هفته یک بار. و وقتی بچه ها یکم بزرگتر میشن، حتی میگم خیلی مهمه که مثلا ماهی یه بار اگر بچه ها بزرگتر هستن و یا خودشون یا دیگری میتونن ازشون مواظبت کنن، بچه های کوچیکی نیستن، میگم خیلی مهمه که حداقل ماهی یه بار، دو ماهی یه بار حتما با هم مسافرت برین، وقت تنها با هم صحبت کنی، که یه جوری اصلا مثل دوران نامزدی، مثل دورانی که هیچ مشکلی نداشتی، اصلا در مورد بچه ها صحبت نمی کنی، در مورد کامپیوتر کارم صحبت نمی کنی، فقط در مورد مثل نامزدی، مثل دوران نامزدی، مثل موقعی که تازه می‌کردی، فقط از چیزایی که دوست داری صحبت می‌کنی، فقط با هم هستی، فقط اینجوری می‌کنی، فقط با هم دیگه هستی. خیلی قشنگ. دوستان این درسایی که خانم دکتر ربیع‌زاده میگه بخوایم بریم باید ساعت چند صد دلار بدین ساعتی که یاد بگیریم، ولی دارم با زبان ساده بدون شوخی میگم، یاد میاد من به عنوان یه ربای با اجازه شما میگم، همونجوری که رفتن بقالی سوپرمارکت کوالیتی تایم حساب نمیشه، اومدن کنیسه هم زن و شوهر با هم فکر نکنم با هم وقت گذاشتن. چرا؟ برای که مرد میره یه جا میشینه، زن یه جا میشینه، این داره تفیلان میخوره، اون داره کاری انجام میده، کاری به هم ندارن. مردم فکر میکنن با هم بودن یا مثلا توی ماشین بودن یا توی خونه بودن یا توی اتاق بودن، دو نفر میتونن توی اتاق کنار هم بشینن ولی افکارشون دو تا کشور مختلف باشه، این داره مثلا به اسرائیل فکر میکنه، این داره مثلا به فیلم هندی و ترکی نگاه میکنه، با هم یکی نیستن. از لحاظ فیزیکی ممکنه یه جا باشن ولی از لحاظ بعد معنوی اینا با هم نیستن، بنابراین اینه که توی یه جا باشن با هم. این خیلی مهمه. حالا این آقای چپمن البته میگه که هر کدوم از ماها ممکن یکی از این لنگویج رو داشته، بعضی هم دوتا، ولی من فکر میکنم همه اینا همه ممکن داشته باشین و همه شون مهمه، یعنی همه ما دلمون میخواد اگر عزیزمون رو دوست داریم میخواییم وقت بیشتری باش صرف کنیم، وقتی که باش هستیم دوست نداریم تلویزیونش رو چک کنه، تلفنش رو چک کنه، یا با کسی دیگه حرف بزنه، یا حتی به یه خانم دیگه نگاه کنه یا به یه آقای دیگه نگاه کنه. متوجه هستین چه میگم؟ واسه همین این فقط برای اونهایی، ولی میگن زبون دوم نیک آدم وقت صرف کنه، ولی فقط برای اونها نیست، ولی یه عده هست که خیلی به اون بیشتر احتیاج ندارن تا کسایی دیگه. ولی گو اوکی ولی قشنگ عالی. سومین راه، شماره 3، سومین راه برای اینکه عشق نشون بدن، بعضی اینه که براشون کادو بگیرن، یه چیز متریال، حالا میتونه یه گل باشه، میتونه مثلا جولری باشه، مرتب برشون یه چیزی بخرد، یه چیز کوچولو، یه چیز که سیمبل، یه چیز که متریال، یه چیز که بتونن تاچش کنن، بتونن حسش کنن، ما در مورد زبون عشق صحبت میکنیم، این جزء زبون عشق میره، یعنی کادو دادن یه نوع بیان عشقه. آره، بعضی احتیاج داره یه چیز رو ببینن، یه چیز متریال رو ببینن، بعد ببینن که اینو حس کنن، قابل لمس باشه، نمیتونن تنجبل و تاچبل و آفرین، ولی لازم نیست که حتی گفتین گرون هم باشه، میتونه مثلا یه نفر حتی یادم دکتر پیمان رعوفی صحبت میکردن که مثلا حتی خودشون گفته بودن، چون اینجا گفتن ما میتونیم بگیم یه چیز مثلا درست میکنن، مثلا میدن به یه نفر دیگه، خودشون یه کار دستی درست کردن و اون طرف مثلا بعد از ثانیه هنوز اینو نگه داشته. چرا؟ یعنی که با جون و دل عشق وجودش در اون گذاشته داده. ولی خب خیلی ها فکر میکنن کادو یعنی مثلا یه
پول هنگفتی بده، مثلا آیفون 13 شماره 13 بخری، کیف شنل بخری، اینا ماشین رنج روور بخری. فکر کنم اگه کسی همچین احساسات فکرایی داره، توقعی داره، این سالم نیست. چون میگه دوست مرا یاد کند برگ گلی، حتی اگر یه چیز ساده هم بارش بیاره باید طرف بفهمه دوزارش بیفته که این واقعا دوستت داره، داره با زبون بی زبونی عشقشو به شما بیان میکنه. و بعضی هستن متوجه اینم نمیشه، مثلا ممکنه نفر برای نفر هدیه ببره طرف بندازه دور، خب این عشق رو چیکار داره میکنه؟ داره از بینش میبره، خرابش میکنه، این طرف دیگه این کارو انجام نخواهد داد. میدونید وقتی که اجازه نمیده یه نفر عشقشو بیان بکنه داره عشق اینو میسوزونه. بعد میگن چرا مثلا چرا به من دیگه نمیگه آی لوف یو؟ مگه از بس گفت آی لوف یو مثلا جوابی نگرفته، از مثلا گل آورده، شکلات آورده، هدیه آورده، طرف نگرفته، خب دیگه نمیگه. بعد مشکل کار اینه که بعضی ممکنه داشته باشن نمیخورن. ببین بعضی موقع از خصاصت میاد، بعضی موقع که واقعا ندارن که نمیخورن و خیلی مهم آدم فرقشو بدونه. متوجه هستین چی میگم؟ موضوع اینه که بعضی هست، بعضی موقع وقتی یک کسی خصیصی یعنی پولو داره نمیکنه، خانم ها اذیت میشه. بخاطر که به نظر من این نظر منه، شاید من اشتباه میکنم، کسی که کسی دوست داشته باشه بیشتر موقعا میفهمه که بعض مادی چیز زیادی به احتمال قوی نخواهد خواست. درسته. واسه همین خیلی مهمه که آدم بدونه که اصلا این نمیخوره به خاطر که نداره یا نمیخواد که بکنه. این خیلی مهمه. بعضی موقع هست. نه بگین. واقعا میگم خیلی شکر تو کلامتون، خیلی مهمه. اونایی که میخوان ازدواج کنن به نظر بنده حقیقی اگه با یه نفر میرین بیرون خسیسه اصلا دورش خط بکشه، این به درد ازدواج نمیخوره. به نظرم خط قرمز این. یعنی که بعضی موقع هست، بعضی واقعا نداره، بعضی موقع داره. نه. ببین یه نفر ممکن حتی کارگر باشه، ساعتی 15-20 دلار در میاره. مثلا یکی از دوستان تعریف کرده بودن با یه نفر دیت رفته بود، رفته مثلا یه استیتی دیگه، اوکی، یه شهری دیگه، بعد اونجا مثلا خواستن برن یه پارک مثلا مثل دیزیلند مالندی، این طرف همینجوری داره تو خیابونا میگرده که جا پارک پیدا کنه. میگه طرف میگه کجا میخوای بری؟ میگه دنبال جا پارک. خب اینا خود جا پارک دارن. میگه نه، اینا 20-25 دلار چارج میکنن. این نیم ساعت سه ربع داره میچرخه دیت اول که چیکار کنه که مثلا بخواد مثلا 2 دلار پول بده به جای 25 دلار. این حتی اگر طرف کارگرم باشه پول اونجور نداره، این خانم اشتباه میکنه، حماقت محضه که با این اصلا بخواه برون تو دیزلند یه جای دیگه، همونجا باید پیاده بشه، خداحافظی کنه بره، گول طرف رو نخوره. اینا به نظر من یک سیگنالای هست که انسان میبخشین نباید چشاشو ببنده. ازدواج با مغز میره، شناخت میره، با احساسات نمیره. و همونجور که گفتم موقعی که ما اول عاشق میشیم و توی اونهای هستیم، اون عشق خیلی عشقی که ربکای عزیز در اون عشق اولیه عقلی توش نی، ولی بعد از این مدتی که ازدواج میکنیم و اون حالت های میفتست که واقعا عشق واقعی هست که عقل توش این واضحه. یعنی که آدم تصمیم میگیره، میبینه و تصمیم میگه که بمونه یا نه. نه، خیلی مهمه اینجا سوء تفاهم نشه. یعنی اگر عشق ابسشن و نمیدونم عاشق و لیلی و مجنونن، میبخشین این حماقته. اول ازدواج درست عشق آتشینه، ولی جلوی دید شما رو نباید کور کنه. اگر یه نفر به وسیله اگه نفر وسیله نمیدونم چیز هدیه و گرون قیمت کیف شنل و نمیدونم ماشین و آیفون 13 و اینا میخواد چشم شما رو کور کنه که شما عیب و نقص اونو نبینی، این حماقت شما رو میرسونه. باید حواستون باشه گول همچین آدم های شارلاتان رو نخوری. و این خیلی مهمه. ها چی میگن بهش؟ لاف بامبی. اونایی که نارسیسیستیک هستن، اون آدمایی که خیلی خودمحور هستن، به خاطر اینکه میخوان یه نفر رو خیلی معروفه به این موضوع، میخوان یه نفر زودی عاشقشون بشه و خیلی تلاش نکنن، کاری که میکنن اول کار خیلی عشق میدن، خیلی خرید میکنن، خیلی خواهی بزرگ بزرگ میکنن که طرف عاشقشون بشه، که به قول شما
عقلشون کور بشه، یعنی چششون کور بشه، عقلشون بره کنار، انقدر احساساتی بشن که لاو بامبینگ بهش میگن، مثل بام اشخار میدازن بمباران عشق میکنن و طرف چشش خور میشه با احساس بجاره. بس همین اگر کسی پول نداره و خرج نمیخوام، من مطمئنم کسی کسی داشته باشه زیادم ازش انتظار نده که خدای بزرگ بگه، ولی پرابلم وقتی که طرف پول داره و ترجیح میدونم پول جای دیگه بده ولی برای خانومش خرج نکنه. اوکی، چهارمین چیز اینه که act of service. یعنی چی؟ اینم توی بعضی از مردای ایرانی کمی سخته که انجام بدن. بعضی از خانوما چیزی که خوشحالشون میکنه اینه که مثلا شوهرشون مثلا توی خونه بهشون کمک کنه. مثلا ما توی ایران میگفتن دایپر، مرد که دایپر عوض نمیکنه، مرد که ظرف نمیشه، ولی بعضی از خانوما و حتی آقایون اینه که خانومشون یا شوهرشون یه کاری انجام بده، یه رفتاری انجام بده که یه سرویس به عزیزش بده، این براش معنیش اینه که داری به من عشق میدی. حالا چه سوال هستم بکنم؟ بفرمایید. برای من سواله، از خیلی از مردها که مثلا پرسیدم تو کنیسه ما هم صحبت میکنم، اینا اکثر خانم‌ها این سرویسی که میدن چیز آشغال مردم ها، مردا بریزن تو چیز آشغالی، چرا اینو به مردا میدن؟ خیلی سوال خوبیه. بفرمایید شما به من دلیل چیه؟ جوابش رو داری که نه. فهمی کنید چرا؟ خب بکنم تنها کاری که بلد باشن این باشه. آشغال ببرن؟ نمیدونم. نه واقعا سواله، همه زنا که من باهاش با آقایون سوال میکنم همه کارشون اینه، آشغالا ریختن تو آشغالی. خیلی سوال خوبیه. شاید بخواهش بفهمیم تا این کار که خراب کاری دوست نباشه، آشغاله درش رو میبرنیم میبری. خیلی ساده سیمپل، خیلی هم کامپلیکیتد. میخوام اینم خونه شما همینجوره؟ خونه ما 100% اینجوره. من یه مشکل دیگه دارم. من خودم شخصا نمیخوام، بخاطر که من برگای آشغال خیلی سنگینه، قبل از که دستم هم بشکنه با سنگین بود، نمیدونستم بلندش کنم. من به خاطر سنگینیشه، ولی اونای دیگه نمیدونم به خاطر چیه. اوکی، این خانم هم به خانم سنگینه شعلا، ایشون هم همینه میگه، راست میگه، به خاطر که سنگین و بزرگ و سنگینه. حال نمیدونم واقعا چی جوری، فکر کنم همه خانه ها این رسمه وجود داره. خانه نازی هم میگن درسته. من حتی موقع که معمولا به مردم میدم باربر یا چیزای سنگه به مردم معمولا این را به خانه ها میدونیم. پس این act of service هم یکی از این چیزایی که خیلی موقع ها بعضی فکر میکنن اینجوری دیشون میدن به طرفشون که دیشون داریم. حال چرا برعکسش نمیگین شما؟ عکسش هم خانوما هم آقایون. اوکی، عکس سرویس هم برای آقایون میگن که به خانوما بدن. آره، مثلا فکر می‌کنم اگه یه چای بیان دستش میدن، یعنی منو دوست داره. اگه غذا به من آقایون هستن ایرانی، اینو باور کن، قشنگ میگن که تا ساعت 10 شب گشنه میمونن تا خانمشون بیان خونه، غذا تو یخچال وردارن، گرم کنن، توی بشقاب بزنن، دستشون بدن. اکت آف سرویس بهش میگن. اکت آف سرویس. این عشق برشون، یعنی اگه برمون اصلا و نه قضا بهشون میچسبه، یعنی نه که نمیتونن، فهم میکنن که خانمشون دوستشون داره، یکی یک میخوره بهشون. تو ایران اینجوری بود اصلا؟ من یادم مثلا پدر ما هست حاله؟ تو ایران واقعا همینجور بود، یعنی هیچ زنی تو خونه دست به قضا نمیزد تو شوهر بیا تو خونه و بعد خانم از آشپزخونه قضا رو میآورد برای شوهر. خانم ها همیشه خونه بودن، خیلی سخت. آره، نه به این خاطر، نه به همین خاطر میگم تو ایران، ولی اینجا خانم ها چون کار میکنن این گونه نیست، هم ممکنه چیزهای دیگه باشه. ولی بعضی آقای هنوز همونه میخوان، یعنی که مثلا چای نمیخوان یا دوستن، این که چای بهشون میدی یعنی که من دوست دارم. اوکی. هر کسی، همه اینا هممون داره، من فکر میکنم هممون همشو داره، ولی بعضی هم یکیش بیشتر برمون مهمه. یعنی میخوایم لب مطلب اینه که انسان باید رو خودش کار کنه، خودشناسی و طرف مقابل رو بشناسه، ببینه چی اونو خوشحال میکنه، با چه زبانی با اون حرف بزنه، نه اونجوری که من دوست دارم. به قول شما شما مثلا یه چای برای شوهرم بیارم، من دلشو به دست میارم.
درسته؟ بله. در واقع اینو هارا بنشخر میگه من با هارا تو کنیسا هم گفتم تو عراق زندگی میکردن، جمله میگه اصلا مثل سایکون اینا چیزی روانشناسی بلد بودن، این اصلا باید طلا بگیرن. میگه راه به دست آوردن دل مرد از طریق شکم اوست. یعنی اگه میخوای دلی مرد رو به دست بیاری باراش قضا بیار، نه بدون شوخی. آقایون اصلا طبق حلاخا قانون یهود عشقشون موعد و شباز اینا گوشت و مثلا لخعیم اینا بگن، ولی خانوما اینگونه نیستن. مثلا خانوم باباروش مثلا یه هدیه بگری موعد که میاد، لباسی یا کادو یه چیزی بگری، ولی آقایون عشقشون همین گوشت و مثلا چیزهای مختلفه. خیلی خوب. و اینم بارا گفتیم بدون شوخی خیلی مهمه، وقتی یه آقای از سر کار میاد این میتونه اصلا زندگیتون رو نجات بده. اینو از باطن قلب، از تمام قلبم میگم، یه آقای از سر کار که میاد به هیچ وجه باهاش صحبت نکنید در مورد مثلا چیزی من میخوام این اتفاق افتاده. اول غذا رو میز بذارین بخوره، شکمش که سیر شد بعد صحبت رو باز کنید از مشکلات زندگی، مثل مسلسل حمله کنید تا 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 بهش. هیچ وقت به شکم گرسنه یک مرد حمله نکنید. نه خیلی مهمه اینا، این برای همه، برای خانم هم مهمه. من نه خانم نه غذا هم نخورن تو باید کنی مهمه. من خودم یکی از دوستان یه دفعه برگشتم من گفت وقتی که تو غذا نخوردی اگه با تو حرف بزنن ممکنه اتفاقای بد بیفته. همیشه اول من غذا رو میخورم و خانم آقا نده. وقتی که آدم غذا نمیخورد بعدش استرس آوته. وقتی که آدم چند روز خسته تایرد قذب نخوده عجر میاد، حالا میخواد خانم باشه یا آقا باشه، خیلی مهمه که این وقت بهشون بدین یه مقدار استراحت کنن، یه غذایی بخورن بعدشون. به نظر من واسه دوتاشون کار نه، همون شناخت از هم دیگه است، خیلی مهمه. آفرین. و یه چیز طبیعی، من فکر نمیکنم یه لنگویج به خصوصی، همه ما اینا داریم، ولی آقای چپمن فکر میکنم از این پنج لنگویج بعضی موقع یه کسی دوتاشون که بیشتر از یکی داشته باشه یا یکشون بیشتر از یکی داشته باشه. و پنجمیش تاچ کردنه، نوازش کردن، نوازش کردن، نوازش کردن، تاچ کردن، بغل کردن، حتی سیکس، حتی بعضی هستن من تو آقای ایرانی هستن وقتی که خیلی حالشون بده مخیر به خانومشون بیشتر بخوان از جنسی نزدیک بشن، سکس بیشتر میخوان داشته باشن و خانومشون این اذیتشون میخوان. بابا ما اینقدر خرابه و اوزار نمیدونم تراژدی به وجود اومده اینجا اونجور شده اونجور شده، تو چرا میخوای من هاگت کنم؟ الان موقع سکس، موقع نمیدونم رابطه جنسی الان. ولی بعضی هستن اون آرومشون میکنه تو موقع که حالشون بده، اونو بیشتر از همه چیز احتیاج دارن. واقعا اینا بودم کدام کشور آفریقا از تجربه کردن دیدن که خانمایی که اونجا هن بچه های سالمتر نسبت به همه دنیا دارن، حتی نسبت به کشورهای پیشرفته، چون همیشه طرز تا دو سال بچه هاشون رو بغل کردن تو سینه خودشون گذاشتن، حتی راه میرن کار میکنن. بچه‌ای که هاگ بگیره یا مرد زن فرق نمی کنه سالمتره. و اینم همه ما احتیاج بشته. یعنی یه داستانی از تکون دهنده خیلی خلاصه میگم، البته با اجازه شما میخوام از وجود شما استفاده کنم، ولی خیلی قشنگه داستان. بعضی وقتا داستانا زندگی انسان عوض میکنه. یه نفر بود به اسم شلوم کارباخ، این خواننده خیلی معروفیه، فوت کرد، البته رو استیج هم فکر کنم فوت کرد. این یه استایل به خصوص داشت، وقتی آهنگ اجرا میکرد وسطش داستان میگفت، بعد یه دفعه دوباره آهنگ میخوند، یعنی مثلا داستانه رو با آهنگ میخوند. مثلا رو یوتیوبش کنن شلوم کارباخ. این یه عادتی داشت، میرفت تو زندانا دل اونا رو به دست می آورد، هاگ بهشون میداد، بغلشون میکرد. خیلی اصلا میرن تو زندان خبادیا میرن مثلا بهشون باشون صحبت میکنن، کارهای خیریه. حالا اشتباهی کردن رفتن زندان دیگه، نه تا آخر اون که برن کنار تحریم بشن. این یه بار رفت اونجا هاگ میداد، یه مرد قول پیکر اونجا بود، یه هاگ هم به این داد. بعد که خواست روای کامبک برگرد، چیه هاگ دیگه به ما بدی؟ دو بار سه بار تکرار شد و اینا. بعد رب گفت ببینم چیه، چون یکم هاگ میخواییم یک تشنه بغل کردن. میگه موضوع چیه؟ مرده به این قول پیکری احساساتی شد و گفت ببین تو زندگی من اولین بار بود که یه نفر من هاگ داده بود، من رو تو آغوش گرفته بود. اگر یه نفر تو زندگی من رو در بغل گرفته من تا زندان شاید اصلا نمیمدم. بنابراین چقدر همی که شما گفتین شماره پنجم تاچ، نوازش، هاگ کردن، بغل کردن، که البته اینم تو ایران کم داشتیم. بعضی چیزا خوب از کم تو ایران مثلا هیچ پدر مادری خیلی کم، مثلا پدرها بچه رو بخوان بغل کنن نه بچه لوس میشه، یا بخوان به زن مثلا احساسش نه باید گربه رو نمیدونم در حجره کشت و اینا.
ولی نه اینجوری میدونی که نه داستان داره. بنابراین خیلی مهمه که اینا رو هم انجام با این کتاب فوق العاده زیبایی. فکر کنم آن یوتیوب به صورت تیپ هم باشه، دوستانی که نمیتونن حتما. کتاب حتما اینا این روزا آدیو هم میذارن 100%. این کتابش هم آدیو هم هست و مهمتر از همه این کتاب این زبونا رو میگه، ولی ما همه ممکنه داشته باشی. ولی دلیلی که در مورد این صحبت میکنه اینه که ببینید به خاطر این که میخواد بگه که خیلی مهمه که اینقدر وقت انرژی با اون همسرتون یا اون شریک زندگیتون بذارین که بشناسینش، بدونین که چی خوشحالش میکنه و اون موقعی که شما میدونین چی خوشحالش میکنه و وقت انرژی رو میذارین، موقع است که بهش میگن من عاشق این طرفم. نه اینکه فقط یه احساس علکی باشه که هیچ افورتی نباشه. خیلی وقت و انرژی و زمان میاد آدم یکی رو بشناسه و آدم ها مرتب عوض میشن. بس همین یه چیزی که خیلی ها میگن این کتاب اینقدر معروفه به خاطر اینکه نه فقط به خاطر زبوناشه، به خاطر اینکه وقتی که آدم میخواد این زبونا رو پیدا کنه که این چه طرفیه، هم خودش باید خودش رو بشناسه که بخواد به طرف بگه که من چجوریم، همین که اون وقت زمان میذاره که طرف مقابل رو بشناسی. مثلا اون وقت گذاشتن است که باعث میشه که عاشق طرف بشی، به خاطر اینکه اینقدر وقت و انرژی گذاشته میشناسیش که عاشقش بشی. ممکنه کتاب به فارسی هم باشه نه؟ اگر زنگ بزنه شرکت کتاب. من ندیدمش به فارسی، ولی میشه به چک کن. چون یک کتاب خیلی قدیمی جلد جدید اومده، یکی هم هست 5 languages برای سینگل هست، مال 5 languages of love، همین آتره برای سینگلنش، برای اونه که ازدواج نکردن هم هست. بعد یه تستی هم تهش داره، اگه مثلا خودتون نمیدونید چی هستش، البته میتونه خودتون اگر خودتون سوال کنین توجه کنین یه مقدار میتونه بفهمید که زبونتون بیشتر چیه. همه شو میخواید ولی بیشتر کدومه. ولی اگه خیلی دلتون میخواه هم آنلاین میتونی، من دیدم تستش آنلاین هست، هم توی خود کتابه اگر بخرید یا چیز کنین تر کتابه تستشو داره، تستشو بیدین و بهتون کمک میکنه که ببینه بیشتر زبونتون چیه، بیشتر جویی که فکر میکنه که این تنک عشقتون پر میشه کدومه. اینه که بهتون کادو بده، اینه که براتون یک کاری بکنه، اینه که یک تایی بهتون ازتون تعریف بکنه. نه من نوشت اتفاقا فکر کنم دوستان لازمه اینا یه بار دیگه گوش کنن، شعرم کنید خواهشن. زندگی انسان نجات میده و بنویسین. مثلا اولش گفتین که مرتب به هم بگیم مثلا word of affirmation، مثلا من شما رو دوست دارم، کاری که انجام بدی قضا خورده قشنگه. دوم زمان گفتیم با هم spend time کنن، وقت بگذارن، quality time البته. سوم کادو بدن، حتی گل، یه چیز کوچیک قابل لمس باشه طرف ببینه که شما اونو واقعا دوستش دارید. چهارم act of service، برای که یادتون ببونه آقایون دوست دارن خانوما دوست دارن آقایون ظرف آشغال برای این دیگه همه تو ذهنتون میمونه. act of services. پنجم هم تاچ، لمس کردن، نوازش، هاگ، بغل کردن، اینا اصلا واو آدمو زنده میکنه اگر بخوایم بدونیم. و با این خاتمه بدیم، چون میتونم خیلی این یک از بهترین کلاس ها بود خانم دکتر، همون حرف تورا رو میگیم، آدم یادا اتخوا، میگه عشق ازدواج چیه؟ شناخته. نمیگه آدم رابطه جنسی داشت با زن، چون وقتی رابطه جنسی دارن و بچه به دنیا میاد تورا لغت سکس رو به کار نمیبره، تورا لغت شناخت رو به کار میبره، یادا، دعت، درک، اندرستندینگ، چون ازدواج رو شناخت میده که نمیده. البته ما یاد ندادن، شما بعد از 30-40 سال به ما یاد میده اینا رو. فکر کنم این کلاس ها رو باید 20-30 سال پیش میذاشتن که اون موقع این اینته ولی یه چی بهتون بگم، عشقی که ما تو ایران میشناختیم با عشقی که الان هم میسازیم خیلی فرق داره. درسته. هیچ وقت تو ایران زن و شوهر قدرشون نمیخواستم نزدیک بشن و صمیمیت داشته باشن، اونقدر دنبال اون صمیمیت و نزدیکی نبوده. یعنی مثلا زن و شوهر با هم ازدواج میکنن، زندگی میکنن، ولی خیلی موقع اصلا همدیگه خیلی نمیشناختن، فقط یه ابلیگیشن بود و هم قضا میخوردن، حرف هم زیاد نمیزدن. تو به خاطر که نوعی که عشق هست فرق کرده فکر میکنم. ما خواستمون و نیازمون به عشق عوض شده، مدلی که ما میخوایم که عاشق باشیم عمق داره، مثل قبلا خیلی عمق برمون مهم نبود. آفرین، بیوتیف، خیلی زیبا، قشنگ، تشکر میکنم. این سابجکت فوق العاده زیبا، 5 زبان عشق رو انتخاب کردین. دوستان
چند بار گوش کنید، بنویسید. خیلی ساده است. من که اینجا نوشتم هر 5 تاش رو و نگه می‌دارم. دوستانم بنویسه. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشیم تا هفته آینده. اگر دوستان تاپیکی هم در نظر دارن از خانم دکتر عبدالزاد استفاده می‌کنیم که بتونیم برنامه بهتر به جامعه راه بدیم. خیلی ممنون کنم دکتر. شب روزتون بخیر. شب همگی بخیر. خیلی شب. ممنون. ثانکیو سو مچ. بابا. شب بخیر بابا. دوستان عزیز خیلی ممنون که تا اینجا برنامه ما بودید. برنامه رو به اشتراک بگذارید. امیدواریم که دوستان که مایلن برمیگردیم با رابدابید لولویان چند دقیقه بریک و در مورد هپی مریج زندگی شاد طبق اون درسایی که هزاران سال قبل داده شده از اونا با زندگی مدرن سایکولوژی جدید استفاده میکنیم، توام میکنیم که بتونیم زندگی خودمون رو بهتر و بهتر بکنیم. شب روزتون بخیر، فعلا با اجازه. و فرایدی نایت شب شبات هم یک شب شبات داریم برای یانگ پروفشنال، بچه های جوان از 21 سال تا 45 سال. اینا هم هلتی هست، غذاهای سالم و هم در مورد اتیک اخلاق اینا صحبت میکنیم. فری رایگان هم هست، دوستان که میخوان در بیورلی هیلز میتونن با ما تماس بگیرن که برنامه رو در اختیارتون بذاریم. شب روزتون بخیر.